سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. 35 سال پس از انقلاب اسلامی در ایران، مردم ایران به کجا رسیدند؟ ایران به کجا رسیده است در عرصه منطقه‌ای و بین المللی؟ آیا آیت الله خمینی و پیامدهای او، از جمله آیت الله خامنه ای و دیگر مسئولان حکومت فقیه، به وعده هایی که به مردم ایران دادند عمل کردند؟ آیا مردم ایران آنچه را که بر سفره داشتند افسوده یافتند پس از انقلاب اسلامی، یا آنچه را که بر سفره داشتند به مرور از دست دادند؟ جوانان ایرانی چه آینده‌ای در جمهوری اسلامی یافتند؟ چرا زندان‌های ایران روز به روز افزون‌تر از زندانیان سیاسی می‌شوند؟ چرا جوانان ایرانی نه در دانشگاه، نه در خیابان و نه حتی زیر سقف خانه‌شان هیچ تأمین و امنیتی ندارند؟ حکومت فقیه چه دستاوردی در زمینه صنعت و روابط منطقه‌ای برای مردم ایران داشته است؟ پرسش‌ها بسیار است. پیامدهای انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهیم در گفتگو با آقای حسن دایی، پژوهشگر سیاسی و تحلیلگر سیاسی که نیاز به معرفی بیشتری جز بردن نام و دیدن چهره‌شان ندارند. با من و شما هستند در ساعت پیش رو آقای حسن دایی. تا لحظاتی دیگر. آقای دایی گرامی، سلام به شما. سلام آقای چالنگی عزیز و درود به همه هموطنان. آقای دایی اجازه بدین، چون یک صحنه های واقعا دلخراشی بود روی خبرگزاری ها اومد، رسانه های خبری، اینترنت، با هم میبینیم به اتفاق بینندگان توزیع سبد کالای مجانی در پی انقلابی که وعده میداد پول نفت رو به در خانه ها خواهد آورد، مستضعفین رو غنی خواهد ساخت. آقای خمینی این وعده رو داد و وعده‌های بسیار. این صحنه‌ها رو می‌بینیم. مردم ایران این صحنه‌ها نه در کشور دیگه، نه در ویتنام، نه در سوریه، نه جای دیگه، نه در یک گوشه ای از کشورهای متاسفانه فقیر آفریقایی، بلکه در کشور ایران هست که می‌بینیم به چنین شکلی و به چنین روزی افتادن مردم ایران. متاسفانه خبرگزاری های بین المللی نیز این صحنه ها رو مخابره کردن، این تصاویر رو. کرامت انسان ایرانی به چه شکل لگدمال شده یا افسایش یافته به قول روحانیون حاکم، به قول پیامدهای ولایت فقیه که همانا قدرتمندان کنونی باشند. متاسفانه از این صحنه ها بسیار، ما به همین چند تصویر بسنده می کنیم و پرسش نخستین ما این هست که چرا چنین شده آیدایی و ایران به کجا رسیده؟ من عرض کنم واقعش اینه که جناب چالنگی، بعد از 35 سال من فکر میکنم فقط کافیه به کشورهای دوروبر خودم نگاه کنیم، به بقیه کشورهای جهان نگاه کنیم. من به یاد ندارم و نمیبینم کشوری که این میزان سقوط کرده باشه. خب مثلا کشورهای همسایه ممکنه در عربستان یا در یمن حقوقی که زنها دارن ممکنه خیلی پایین باشه، ولی 35 سال پیش اونها کجا بودن؟ حالا به اینجا رسیدن، رشد کردن، همه منحنیهاشون به طرف بالاست. منحنی رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی،
حتی در زمینه آزادی ها و دموکراسی. خب در مملکت ما چه اتفاقی افتاده که بعد 35 سال چرا یک کشوری که اولین ذخیره گاز جهان و چهارمین ذخیره نفت جهانه که مجموعش کشور ما رو دارای اولین ذخیره منابع نفت و گاز جهان میکنه که تا 150 سال کفاف تولید، صادرات و مصرف داخلی رو میده، چی شده؟ چه اتفاقی افتاده که مردم باید تو صف بیستن برای یه گونی برنج و کمی تخم مرغ؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه سقوط کرده؟ چرا باید وزیر دادگستری این مملکت کسی باشه که شخصا حکم اعدام هزاران نفر داده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه چیزی؟ حالا در سوریه ما اگه بگیم الان وضعشون خرابه، 2-3 سال جنگه، تو کشور ما جنگیه تو این 35 سال؟ چه اتفاقی افتاده که چرا اینقدر سقوط کنیم؟ چرا مردم باید گرسنه باشن؟ چرا نباید دارو داشته باشن؟ هوا ندارن؟ مسئول محیط زیستی که خود این دولت تعیین کرده میاد در مجلس میگه اگر میخواید زنده بمونید از تهران خارج بشید. یعنی تنها نصیحتی که میکنه همینه که پاشید از تهران برید. به گفته عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی، خود این حکومت چند پیش گفته بود اوضاع به همین ترتیب اگه پیش بره تا 30 سال دیگه در فلات ایران، یعنی در منطقه که ما هستیم، هیچ موجود زنده ای نمیتونه زیست کنه. یعنی حتی مارمولک ها به خواهند رفت. بلایی که دارن به سر محیط زیست میارن. آخه چه اتفاقی افتاده؟ من فکر کنم جام چالنگی، شاید ما برای اینکه باور کنن حرف ما رو، یا خودمون به خاطر اینکه ممکنه عادت کردیم یادمون رفته، واقعش اینه که مجموعه بلایای اجتماعی تاریخی سیاسی که سر مملکت توی چند 2-3 هزار سال اومده رو جمع بزنیم، شاید بنزه 35 سال نباشه. یعنی یک جا حمله مغول و بقیه حمله هاست. اصلا باور نکردنیه. من یه پوشه ای دارم که برای فیلم هایی که درست میکنم، کاری که میکنم استفاده میکنم، مطالبی که هر توش میگذارم، پوشه رو اسمش گذاشتم هیروشیمای اقتصادی، یعنی نابودی اقتصاد. خب بخش های مختلف داره، کم بوده دارو، محیط زیست، فقر، چقدر میزان خط فقر، اینا رو همه رو دسته بندی کردم. باور بفرمایید من وقتی اوقات اینها رو بغل هم میگذارم برای فیلمی یا گزارشی، میگم حتما بیننده باور نخواهد کرد، فکر میکنه من اغراق میکنم، ولی واقعیت همینه. در یک کشور 70 میلیونی در قرن 21 این اتفاقات داره میفته. به کی باید گفت؟ و بدتر از همه اینه که جناب چالنگی سعی میکنن بگن که همینه چاره، همینه گزینه، همینه. اگه به همین رضایت ندید، به همین یک گونی برنج و این هم رضایت ندید، به طرف گزینه های دیگر برید، وضعتون میشه مثل سوریه، وضعتون میشه مثل کره شمالی. انگار که مثلا منحنی ما به کدوم سمت داره؟ به طرف بهشت مثلا داره میره؟ خب روز به روز داریم آرام آرام به همونجا میرسیم. یعنی بدترین بخشش همینه که به مردم فلاکت زده مملکتمون هی دارن میگن که همینی که هست باید با همین بسازید. خب نشونه های وبسایت آقای دایی و احتمالا بینندگانی خواستار جزئیات بیشتری هستن درباره پرونده یا پوشه هایی که آقای دایی بهش اشاره کردن. میتونیم نشونه های تماس با آقای دایی رو روی صفحه ما ببینیم یا نشونه های وبسایت ایشون رو میتونیم اونجا مراجعه بکنید. اما آقای علی مطهری در مجلس آقای دایی گفته که این داستان که پیش اومده سبد غذا، توزیع سبد کالاها، این در واقع حمله مردم یا هر چی که بوده و اینها، این ریشه فرهنگی داره، وگرنه مشکل اقتصادی چندانی نیست. یکی اینه، یکی هم خود حجت الاسلام و المسلمین آقای روحانی عذرخواهی کرده که یک اشکالاتی بوده در این زمینه. و یعنی هر کی یه چیزی میگه به هر حال مثل که سیستم همچنان همونه که حرفای زده بشه و بعدم به فراموشی اصل مطلب به فراموشی سپرده بشه که چرا چنین. از کنم که خب این هم بخشی از همون بدبختی که ما داریم که مملکت رو به اینجا کشوندن. یه آقای مثل مطهری که خودش نماینده مردم هم میدونه به مردم توهین میکنه. یعنی بعد از 30 چند سال که مردم رو به این فلاکت انداختن که مردم در سرما و برف برای یه گولی برنج باید صف بکشن، تازه تقصیر میندازه گردن مردم که مردم بی فرهنگن. یعنی شما تصور بفرمایید در یه حکومتی، در یه مملکتی که با زنا اینطور رفتار میکنن، مردم رو به تماشای اعدام در دار زدن در خیابان ها دعوت میکنن،
مردم نان شب ندارن که به گفته خودشون بیش از 60% زیر خط فقرن. بسیاریشون وقتی بیماری های سخت پیدا میکنن اصلا قطع امید میکنن، آماده مرگ میشن به خاطر که پول ندارن، آینده ای برای جوانانشون نیست، در فقر و فلاکت هم. بعد تو سرما برای یه گونی میرن، بعد بهشون میگن تقصیر خودتونه، بی فرهنگی. یعنی مردم ایران بی فرهنگ هم. این دیگه اوج وقاحتیه که میخوان به سر مردم ایران بیارن. این همه رو آخر سر میزن گردن خودتون. چرا درست توی صف نیستدی که مثلا میخواد 600 بیستی؟ خب 600 بیستی. چرا از سرکول هم بالا میری؟ ببینید چقدر تو اینا میره و چه آدم های تازه متحری جزو خوبان اینا مثلا حساب میشه، ولی اینطور داره به مردم ایران که حق حقوقشون رو گرفتن، عده آخوند توی این مملکت، آخوند و پاسدار، خرج حزب الله و خرج سوریه و خرج سرکوب و کشتن مردم میکنن، پول مردم رو مردم رو به فرق کشوندن، بعد میگن می تو صف بیستید یه گونی برنج بهتون بدیم، بعد میگه بی فرهنگی، چرا تو صف بعد نیست دارید، چیکار باید بکنن؟ ببینید چقدر وقاحت میخواد. و این تازه خوبشه، یعنی به ما میگن مثلا امثال متحری خوبه، خدا رو شکر کنید اگه جلیلی نباشن بدتره. آقای دایی ببینید، اگه مسئولان جمهوری اسلامی از جمله خود شخص آقای خامنه ای، ولی فقیه رهبر جمهوری اسلامی بیاد و بگه خیر، ما به هر حال 8 سال جنگ تحمیلی داشتیم به قول ایشون و بعدم زیر تحریم ها بودیم و همچنان هستیم و همه اینا دست به دست هم داده، ما برای عزت اسلام ناچاریم تحمل کنیم، اینا همه برای اینه که ما میخوایم پرچم اسلام رو در جهان برافراشته کنیم و چنین و چنان، اینه که باید تحمل کنیم، امت ما هم باید تحمل کنه، حالا زیر دست و پا برای مثلا 1 کیلو برنج از بین میرن، 2 نفر ضمناً جون خودشون از دست دادن در این داستان، در سکته شخص مسلم و یه جوان. پاسخ چه خواهد بود؟ از خواهم که خب من نمیدونم منظور او کسی که میگه اولا عزت اسلام، اسلام منتظر نیستده که عزتش خامنه‌ای بخواد حفظ بکنه یا آخونده، اونم با کشت و کشتار و کشتن مردم در سراسر دنیا با تروریسم و فقر و فلاکت که به مردم ایران حاکم کردن کدوم عزت؟ اولا جنگ با عراق رو حالا غیر از اینکه خود اینو تحریک کردن، لاقلش اینه که بعد از فتح خرمشهر، بازپسگیری خرمشهر در 1361 میتونستن جنگ رو تموم کنن. یه حرفی که حتی خود رفسنجانی نام داره الان میزنن، یعنی 6 سال این جنگ رو بیهوده ادامه دادن، بعد دستا رو بردن بالا، آتشبس رو قبول کردن یا جام زر خوردن. خب بعدش چه اتفاق افتاد؟ از 1368 تا الان چه اتفاقی افتاد؟ یعنی 24 سال از اون داستان گذشته، چه جنگی بوده؟ میخوان چیکار کنن؟ برای چی؟ چرا تحریما؟ خب ایده هستن که البته این بلد بخشی از فکر نمی کنم تو نماز جمعه هم کسی این حرفا خریدار داشته باشه. چرا؟ در خارج کشور یه سری فکول کرواتی که آدمای حکومتن یا یه ایده که اسم خودشون چپ و مترقی این حرفا گذاشتن که نه، جمهوری اسلامی زیر بار ظلم نمیره، زیر بار سلطه آمریکا نمیره، آمریکا برای این تحریم میکنه که ایران نمیخواد مطیع آمریکا باشه. یعنی مثلا هند و شیلی و برزیل و آرژانتین و تمام این کشورهایی که بهترین روابط با آمریکا دارن، در بازار جهانی هستن، سعی میکنن از تکنولوژی جهانی استفاده کنن، از سرمایه گذاری استفاده کنن، رفاه مردم خوشن افزایش بدن، همه اینا نوکران آمریکا. اینکه آمریکا به اینا کاری نداره، تحریم نمیکنه، باعث اینکه نوکران بیگیر مواجب حرفای آمریکا رو میپذیرن. این فقط جمهوری اسلامی که سرش بالا گرفته گفته من زیر بار ظلم میرم. این حرفا فکر نمی کنم حتی دیگه به درد نماز جمعه هم بخوره. اینها خودشون با دنیا، آخه کشوری که شما تصور بکنید میره تو آفریقا، توی آمریکای لاتین میلیاردها دلار اونجا خرج کرده که با گروه های با کارتل های مواد مخدر و گروه های چپ مسلح رابطه داشته باشه، که پس چه بکنه؟ بری ارتشی مثل حزب الله درست بکنه؟ کی به تو مجبورت کرده؟ مگه ترکیه جای بمب گذاشته سعی میکنه رفاه مردمش رو ببره بالا؟ حالا علی رغم همه ایرادایی که شما ما میتونیم به دولتش بگیریم، یعنی اصل برای این آقا شما تصورش بفرمایید جناب چالنگی، یک کشوری مثل عربستان که هیچی نداشته نوشته عربستان و امارات نزدیک 150 میلیارد دلار دارن سرمایه گذاری میکنن و شروع کردن
در انرژی خورشیدی، رو دریای نفت و گاز هم، فکر آینده هم. انرژی خورشیدی، ما کشورمون یکی از مستعدترین کشورها برای انرژی خورشیدی، دو برابر نیم آلمان ما انرژی خورشیدی داریم، سرمایه گذاری نزدیک به صفر. چی؟ سلاح هسته‌ای میخوان. بله، بمب هسته‌ای میخوان، دنیا هم نمیخواد، دعوا سر اینه. ولی این تحریم ها مال 2-3 سال پیشه، از سال 2010 شروع شده، یعنی 4 سال، 4 سال هم نشده، از جولای 2010 تحریم های جدی شروع شد که کمپانی های نفتی رفتن بیرون. به گفته خودشون در 8 ساله حکومت احمدی نژاد، دولت احمد نژاد، نزدیک به 1000 میلیارد دلار درآمد داشتن. کجا رفته اینها؟ این رفته به تحریما داشته، جنگی بوده جایی. تحریما 2010 شروع شد، از 2011-12 آرام آرام در درآمدهای اینها تاثیر گذاشت. بنابراین آنچه که در این سالها بوده مافیاهای ریز و درشتی بوده. یه قلمش وزیر صنعت نعمت‌زاده، وزیر صنعتی که تو تمام این 30 ساله وزیر بوده، ایشون به گفته خودشون نزدیک 800 میلیون دلار ثروت داره به گفته خودشون. آخه کجا اومده اینا؟ ببینید آدم باورش نمیشه که چه جماعتی برای مملکت حکومت میکنن و چه استدلالایی میکنن و چرا عده‌ای در خارج برای این نوع استدلالا کف میزنن. خوبه آقای دایی، پیش از اینکه برسیم به کسانی که کف میزنن برای چون این استدلال هایی، چرا در خود نظام، در داخل نظام، در داخل کشور، آقای رفسنجانی مثلا رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام هست و البته نه ایران و نه مردم ایران، نظام، حتی از همین زاویه معطل میشه بعد از اینکه آقای احمدی نژاد رفت، اون وقت میگه 8 سال تباهی ادامه داشت. بعد از که احمدی نژاد رفت، تمام کسایی که در حکومت، اکثر کسایی که در حکومت هستن، میشن از مخالفان احمدی نژاد و همون حرفایی رو میزنن که 1/5 اگه کسای دیگه زدن، سر از زندان در آوردن در دوران احمدی نژاد و به امر ولی فقیه، و برخیشون هم، بسیارشون هم کشته شدن. درسته. البته این هم یه دکانیه که خود میبخشید ایرادات رو میگذارن گردن احمدی نژاد، چون خب ما میدونیم که مگه سیاست های کلان نظام دست احمدی نژاد نیستش، که سیاست هسته‌ای، سیاست خارجی، سرکوب داخل، مثلا نهادهای امنیتی ریز و درشت دست دولت نیست، که دولت کاره نی. به گفته خود همین اصلاح طلبانی که الان دارن به احمدی نژاد حمله میکنن، موقعی که خاتمی 8 سال رئیس جمهور بود هیچ کاری نکرد، رفت کنار، گفتن از خاتمی انتظار نیستش، که چون قوه مجریه کمتر از 20% قدرت دستشه، کمتر از 20%. خب پس چطور 100% ایرادار رو میندازین گردن احمدی نژاد؟ به خاطر که اصل قضیه جای دیگریه. اصل قضیه خامنه ای، سپاه پاسداران و کسانی که نظام، تمام کلیدهای نظام دست اونهاست. چرا به اونها ایراد نمیگیرید؟ الان دکان شده، هی به احمدی نژاد حمله میکنه. اما داستان دیگر اینه، با حمله به احمدی نژاد، خود یعنی جناح رفسنجانی، دارن خامنه ای رو نشانه میدن، چون بالاخره خامنه ای بود که ایرو اوورد، ازش حمایت کرد، دست نشانده خودش بود. هر وقت هم مجلس میخواست حرفی بزنه علیه احمد نژاد، خامنه ای اجازه نمیداد. یعنی سمبل قدرت خامنه ای بود. این ور شکسته، یعنی اون سیاست بدون دنده و ترمز خامنه ای که احمدی نژاد سمبلش بود در مقابله با جهان، در برنامه هسته‌ای، در سیاست های داخلی، این ور شکسته. به بنبست رسیدن. زبان افسانه امثال رفسنجانی اینها باز شده در داخل خود سیستم. شما ببینید از این مسخره تر میشه که الان ماه نوامبر تا کنون، یعنی 2.5 ماه قرارداد موقت ژنو امضا شده، یک کلام حرف نمیزنه. فقط همون شب اول خامنه ای در پاسخ به نوشته روحانی نوشت طبق آنچه مرقوم داشته اید، مثلا خسته نباشید، کار خوبیه، مثلا تمام آنچه مرقوم داشتید، یعنی من نخوندم توافقنامه چی. از اون وقت تا به حال کیهان و دست جناهای مختلف حمله میکنن به توافقنامه، سکوت کامل کرده خامنه، یعنی خنده‌دار نیست. در مهمترین مسئله نظام ولی فقط سکوت کرده، هیچی نمیگه. چرا؟ چون بالاخره این سیاست های خودش بوده به اینجا رسونده، نمیتونه بیاد اعلام شکست بکنه که.
شما اومدی مملکت رو نابود کردی که ما انرژی صلح‌آمیز هستیم میخوام. حالا رفتید قرارداد بستید، معلوم شده هیچ چیز صلح‌آمیز نیست، هیچ چیز صلح‌آمیز نیست، دارید غنی سازی میکنید که بمب بسازید. دنیا گفته دیگه غنی سازی رو در همین حدی که متوقف کن، از این بعد بعد کمش میکنید. کدوم نیروگاه، کدوم الان که متوقفش کردید نیروگاهی خوابیده، جای برقی میگرفتید تولید میکردید در بین رفته، کو چیزی نبوده که. اینا ورشکستگی سیاست های خامنه ای، یعنی با حمله به احمدی نژاد دارن به خامنه ای حمله میکنن در حقیقت، و خامنه ای هم نمیتونه از خودش دفاع بکنه، عوامل ریز و درست رو میفرسته جلو، ولی شرایط براش بسیار دشواره. و هر چی جلوتر بریم، چون این قرارداد موقت ژنو، جناب چرا نمیخوام وارد قرارداد بشم، این 6 ماهه بوده، احتمالا 6 ماه دیگه هم تمدید خواهد شد، میشه تا ژانویه سال دیگه این عمل خواهد کرد، تضادها اینا رو باز میکنه، چون تحریم ها سر جاش خواهد بود. این میبینیم که چقدر اینها با هم اختلاف دارن، این فقر و فلاکت مردم اثرهای بسیار زیادی خواهد داشت، ولی فقیر وضعش بدتر خواهد شد، اختلافات چون بالا خواهد گرفت. این تازه آغاز راه، یعنی اینا جام زهر رو مزه مزه کردن، این اثر جام مزه مزه کردن جام زهره، وای به روزی که مجبورشون کنن که جام زهر رو تا ته سر بکشن. چطور تحریم ها به قوت خود باقی خواهد اون و به این شکل شما اشاره کردن، اما میبینیم کمپانی های فرانسوی آدماشون رو به ایران فرستادن، کمپانی های آمریکایی به طور غیر مستقیم و شرکت های دیگه، هیئت های اروپایی به تهران رفتن، اینا رو چطور ارزیابی میکنید؟ عرض کنم که یه سیاستی که خود جمهوری اسلامی حساب باز کرده، دولت روحانی اسمش هم گوشنه دیپلماسی تجاری یا دیپلماسی نفتی، اینه که میگم ببینید خانم، طبق موافقتنامه ژنو اصل تحریم ها، یعنی تحریم های نفتی و بانکی و مالی و اینها همه سر جاشه. 3 تا تحریم ها اینها شروع کردن، یکی تحریم پتروشیمی بوده که سالی 7 8 میلیارد احتمالا گیر جمهوری اسلامی خواهد اومد اگه ادامه پیدا کنه، یکی تحریم های خودرو صنایع خودرو، و یکی همی که میزان فروش نفتی که باید هر 6 ماه یه بار، چون حدود 6 کشور آسیایی هستن به غیر ترکیه و هند، کره و چین و مالزی و اینها نفت جمهوری اسلامی رو در توافقی که با آمریکا هم میخرن، اینا هر 6 ماه یه بار میمدن اینو 20% کاهش میدادن میزان خریدشون، تو توافقی که با آمریکا بود، آمریکا بهشون اجازه داده بود که تحریمتون نمیکنیم به شرط که 6 ماه یه بار بیارید کنیم، و اینو رسونده بودن نزدیک به 800 هزار بشکه. خب طبق این توافق ژنو دیگه اون سر 6 ماه اون 20% کم کردن رو نمیکنن. خب اینا یه مقداری برای جمهوری اسلامی هست، ولی یعنی امتیازاتی هست، اما اگه بخوام بگیم از 100 بگیم تمام تحریم ها 100 تا بوده، مثلا 10 تا یا 15 تا تحریم ها برداشته شده در یک سال آینده و 6 ماه گذشته، اون 90 تاش عمل خواهد کرد. حتی در صنایع مهم، در صنایعی که تحریم ها برداشته شده مثل صنایع خودرو یا پتروشیمی، کمپانی های خارجی حاضر به سرمایه گذاری دراز مدت نیستن، چون نمیان سرمایه گذاری دراز مدت بکنن، اوضاع نمیدونن چطوره، سر یک سال توافق میشه نمیشه، دوباره تحریم ها اعمال میشه، کسی نمیاد این کار بکنه. حتی این کمپانی های نفتی که در ایران بودن، اینها خارج شدن قبل از که تحریم ها روی کاغذ بیاد، برای اینکه شنیدن که تحریم ها میخواد بیاد، اینها زود اومدن بیرون. بنابراین الان جمهوری اسلامی روی این حساب باز کرده، حرفی که خودشون مسئولان میزنن، میگن این که این صف کشیدن ها و این هجوم کمپانی های نفتی و غیر نفتی که ما میخوام بریم ایران منتظر باشیم تحریم ها برداشته بشه، یه فضای ایجاد میکنه، فضای شور و شوق برای اثرگیری روابط تجاری با ایران. این فضا باعث میشه، عین گفته خودشون اگه بود من اینجا براتون میخوندم و یک گزارش ویدیویی هم تو همین درست کردم، اینه که خودشون میگن عینن که این باعث میشه کمپانی های بزرگ به ویژه کمپانی های نفتی تو کشور خودشون یعنی آمریکا و اروپا بیان لابی بکنن به دولتشون که ببین آقا ما میخوام زودتر بریم، میخوام تجارتمون رو بکنیم، شما هم زودتر توافقتون رو انجام بدید که ما بریم. یعنی چی؟ عین حرفی که میزنن اینه که بیان فشار به دولتاشون بیارن که سر مسئله هسته‌ای زیاد فشار به جمهوری اسلامی ندارن، تو اون سازش نهایی منافع جمهوری اسلامی هم در نظر بگیرن. اسمش گذاشتن دیپلماسی نفتی جمهوری اسلامی، که ما بیام از کمپانی‌های خارجی که وارد بازار ایران می‌خوان بشن تقاضا کنیم به نفع ما سر مسئله هسته‌ای و اینها لابی بکنن.
من فکر نمی کنم این واقع بینانه باشه. فشار خواهند آورد، همه اینها هست، ولی کمپانی ها جرئت نمی کنند. ببینید یه کمپانی اگه بره یه معامله انجام بده 5 میلیون میلیارد میخواد گیرش بیاد یا 2 میلیارد، بعد کلی جریمه بده، آبروش میره. الان هم انقدر این کمپانی ها تو در تو شدن، حتی یکیشون هم اگه بره شرکاش متضرر میشن، شرکاش نمیشن. یه مثال، شرکت نفتی لوک اویل مال روسیه، این از ایران اومد خارج شد. خب میدونید مال روسیه است، باکش هم نیست، اما واقعش اینه که 20% سهام لوک اویل مال شرکت نفتی آمریکایی کنوکوس. نمیتونست، یعنی اگه لوکول ادامه میداد کنوکول هم در آمریکا تحریم میکردن. اینا به هم وابستن. بنابراین جمهوری اسلامی خواب و خیالایی که داره میکنه، در دوران جورج بوش اینا خیلی حساب باز کردن روی لابی هایی که داشتن، گروه های ضد جنگ نمیدونم چی و چی، فکر کردن مادام الان میتونن جلو تحریما رو بگیرن. دیدیم که نشد، آخرش به بنبست خوردن، تحریما شروع شد. الانم با اومدن ظریف فکر میکنم با لبخند و صف کشیدن نمیدونم تجار، هجوم تجار به بازار پر رونق ایران، میتونن با این چارچوب تحریما رو فرو بریزن و سر مسئله هسته‌ای هم امتیاز بگیرن. اینا خواب و خیاله. یه حکومت ضعیفی که مردمش رو تو صف برای یه گونی برنج مردم میایستن در فقر و فلاکت، قدرت مانور نداره، نمیتونه با ابرقدرت ها جنگ بکنه که چی؟ یعنی اینا خواب و خیاله و به جای بنابر من نخواهد رسید. و ضمناً شما اشاره کردید که لبخندهای آقای ظریف و حتی کمی بیش از لبخند ایشون در این کنفرانس های بین المللی تحریم شکن نیست. نخیر، تحریمات خود دلیل داره تحریم. حالا درسته که کنگره آمریکا حتی اگه سازش هسته‌ای بکنن احتمالا خیلی از تحریم ها رو بر نخواهد داشت، یعنی تازه آغاز راهه. سال 2006 که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت میرفت، یادم ابراهیم یزدی و خیلی دیگه به اینا اخطار دادن تو خود روزنامه، آقا پرونده‌تون اجازه ندید بره شورای امنیت، اولین تحریمی که بشه دیگه کسی نمیتونه تحریم رو لغو کنه. الان دیروز میخونم یه گزارشی که شوروی یه سری تحریم های آمریکا کرده بود علیه شوروی، شوروی فرو پاشید و رفت سال دهه 90، تا 20 سال اون تحریم ها برجا بود. یعنی به این سادگی ها که نخواهد رفت. بنابراین با لبخند که نمیره. دومی که اون تازه تحریم هم که بخوام بردارن اوباما بخواد حکم بده، اوباما که خدا نیستش که، اوباما باید به کنگره حساب پس بده. اینجا چند ماه دیگه انتخابات، اینا باید حساب پس بدن. باید جمهوری اسلامی امتیاز بده، جمهوری اسلامی باید برنامه هسته‌ایش رو اینا مهار کنن، نتونه تولید سلاح هسته‌ای بکنه، نمیتونن همه چیز با هم بشه. بنابراین با لبخند ظریف، جد آباد ظریف هم اگه بیان لبخند بزنن، اینا فایده که نداره که. باید در عمل خاتمی، ببینید جان چلنگی یادتون هست خاتمی اومد خیلی اینا قشنگتر لبخند میزد، سال یک سال و حتی سازمان ملل به پیشنهاد خاتمی کرد سال گفتگوی تمدن ها، از این داستان ها بود دیگه، میومد عبای سفید و عینک کریستیان دیو رو همش لبخند. خب چی شد آخرش؟ چی شد آخرش؟ گفتن آقا رو کن، بالاخره یه روابط رو درست کن، نمیدونم همه اینا رو حل کن، هیچ کدومش نشد. خب دیگه هیچ تحریمی هم به تو، چند تا تحریم اولش برداشتن، تحریم فرش، خاویار، یه سری از موانع رو برداشتن، ولی در غایت هیچ چیزی تغییر نکرد، چون در عمل دیدن خاتمی هیچ کار است و نمیتونه اون وعده هایی که میده رو نه در صحنه داخلی و نه در صحنه خارجی عملی کنه. خب اما آقای دایی ببینید، بسیاری از کارشناسان این نظر رو دارن که ایران، ممکن شما هم نظر باشید، ایران الان وضعیت قرار گرفته که آماده هست درها رو باز کنه، یعنی حکومت کنونی بیان و شرکت های نفتی قراردادهای بدتر از شرکت نفتی انگلیس بریتیش پترولیوم در زمان اولیه پیش از ملی شدن نفت ببنده و یک چیزی هم به این حکومت برسه. یکی اینه. دو، در همین واشنگتن شما بهتر از هر کس اطلاع دارید که لابی جمهوری اسلامی، برای بینندگان میگم لابی کارگزاران یا میشه گفت پادوها در یه به یک معنی در واشنگتن معمول هست، برای دولت‌های مختلف این کار میکنه و برای شرکت، لابی جمهوری اسلامی تلاش میکنه
که به دولت و بعضی از اعضای کنگره این دولت آقای خاتمی رو یک جور روحانی رو یک جور دولت عملگرا مثل دولت رفسنجانی معرفی کنه. این دو نکته. و تا چند روز موفق شده یا نشده شما خواهید گفت به ما. و سه اینکه در جمهوری اسلامی الان دیگه با اشاره به حرفای خود شما و واقعیت های موجود، آقای خامنه ای احتمالا اون قدرت زمان خاتمی رو نداره، یعنی قدرت یه مقداری تجزیه شده. تمام اینها رو بغل هم که میذارید، پیشرفت یا پسرفت یا قبول این تبلیغ یا این سیاست در واشنگتن چطوری هست؟ دولت مردان واشنگتن و همینطور اهل کنگره. اولا من یه نکته رو بگم و اون اینه که ما وقتی صحبت از لابی های جمهوری اسلامی میکنیم، در رأسش لابی کمپانی نفتی هم. الان دیگه به خیلی به روشنی خود مسئولین جمهوری اسلامی از بیژن زنگنه، مهدی حسینی معاونش یا معظمی معاون روابط بین المللش، اینا دیگه رو به روشنی میگن، میگن بهترین لابی ما در کشور غربی لابی کمپانی نفتیه، چون اونها میخوان تعلیم و برداشتش با ایران بیزینس بکنن. من فشار میارم به کنگره که تحریم نکن، با جمهوری اسلامی سازش بکن. این گروه ریز و درشت ایرانی هم که هست، اینها جیره خاران هم جمهوری اسلامی هم کمپانی های نفتی. این در حقیقت اینها چهره بیرونیش هست، اینها دکور و ویترین قضیه هست که بخوان مشروعیت بدن به اون لابی. یعنی اصل پشت قضیه اینه. حالا الان یعنی با آمدن روحانی، تمام این لابی هایی که در واشنگتن به نفع نوعی سازش با جمهوری اسلامی بودن فعال شدن، که در اصل هم کمپانی ها ادعی هستن ضد اسرائیلی هستن، گروه چپ همه هستن، ولی مجموع اینها فعال شد. ولی سوال اینجاست، همین سوالی که شما فرمودید، که آیا این بار، یعنی این بار هم خب رفسنجانی و تحت حمایت رفسنجانی روحانی اومده، اینها وعده وعیدهایی دادن، برخلاف دوران خاتمی الان وضع حکومت خرابتره، دو کاملا درسته، موقعیت خامنه ای احتمالا ضعیفتره در داخل خود سیستم، به همین دلیل مجبور شد ریاست جمهوری روحانی رو بپذیره، مجبورم به نرمش قهرمانانه شده. سوال اینجاست تا کجا، یعنی خامنه ای تا کجا قبول خواهد کرد جلو بیاد امتیاز بده؟ ببینید سر مسائل منطقه ای که دیدیم، حتی ظریف دیگه از این خنده دارتر نیست که وزیر خارجه یه حکومتی بره در خارج به وزیر خارجه آمریکا گفته که در امور سوریه من حق اظهار نظر ندارم. یعنی اصلا دیگه خنده دارتر نیست، چون مسائل منطقه درست هم میگه، حداقل روش شده بگه، چون مسائل منطقه وزیر خارجه دیگه ای داره به نام قاسم سلیمانی، دست ایشون نیستش که، فرمانده سپاه قدس امور منطقه رو در عراق و لبنان و سوریه و اینها ایشون مدیریت میکنه. ظریف هیچ کار است. میرسیم به داخل کشور، در داخل کشور میبینیم روحانی کاری نیستش که نهادهای امنیتی اینا، که صادق زیبا کلام که 100% حرفای رفسنجانی میزنه، یک کلام در مورد برنامه هستی گفته به دادگاه ازارش میکنن، این همه دستگیری روزنامه ها رو میبندن، افزایش اعدام ها، اینا همه چیه؟ یعنی در صحنه داخلی هم کوچکترین گشایشی نشده، یعنی در دو مؤلفه، در دو شاخص، دولت روحانی که سیاست های منطقه که سیاست های داخلی هیچ کار است. حالا میرسیم به مسئله هستی، روم لبخنده و قول و قرارهایی که دادن و لابی ها اینجا فعال شدن، اینه که بالاخره سر مسئله هستی میخواد کوتاه بیاد دیگه. حالا اون چیزی که روحانی و اینها میخوان تا کجا میتونن برن، تا کجا میتونن به ولی فقیه تحمیل بکنن، به اعتقاد من خواهان برچیده شدن برنامه هستی نیستن، ظریف یا روحانی یا رفسنجانی، میخوان با حفظ غنی سازی، با حفظ میزان سانتریفیوژ و ذخایر اورانیوم غنی شده، توان تولید سلاح هسته‌ای داشته باشن. اینجا بهش میگن threshold nuclear threshold state، یعنی کشوری که توان تولید سلاح هسته‌ای رو داره اما نمیسازه، یعنی دقیقا همیشه میخواد از دنیا باج بگیره، بگه من میتونم بسازم، با من دوست باش تا من نسازم. چون غنی سازی، اورانیوم غنی سازی وقتی شما داشته باشید، سیستم موشکی و سیستم انفجار هسته‌ای هم داشته باشید، کلاهک سوار بکنید رو موشک، هر ستا رو دارید. و الان مشکل جمهوری اسلامی همین غنی سازی بوده که به تکمیل رسونده. الان مشکل اینه که میخوان به اصطلاح با تعداد بیشتری سانتریفیوژ جمهوری اسلامی
این توان رو داشته باشه که مثلا اگه امروز تصمیم میگیره بمب رو بسازه، در از مثلا 2 هفته بسازه، 3 هفته، هرچه سریعتر بریک اوت، یعنی قدرت این که سریع برسونه به غنی سازی رو به 90% بمب رو بسازه، اینو ببره بالا. آمریکا میخواد و غرب میخوان با کاهش تعداد سانتریفیوژا به حدود 3-4 هزار تا و بازرسی های بیشتر و احتمالاً بستن راکتور آب سنگین عراق بیان شکار کنن، این توان بریکا، توان این که تولید سلاح هسته جمهوری اسلامی رو محدود کنن. دعوا سر اینه. حالا ظریف و اینا اومدن به خامنه ای احتمالا روحانی اینها گفتن ببینید ما میام یه حد اقلایی رو میگیریم از کمپانی های نفت و اینها به فشار میاریم که این حد اقلا رو به ما بدن، 10,000 تا سنتریفیوژ، نمیدونم 2,000 کیلو اورانیوم، یعنی توان تولید سلاح هسته ای رو داشته باشیم. خامنه اینها اعتماد نمیکنن، میگن اینها هی فشار میارن ما رو تحت فشار میدن تا تهم خواهند رفت. دعوا بر سر اینه که به مرور زمان که داریم جلو میریم فاکتورهای متعددی بازی، ما نمیتونیم بگیم الان رفسنجانی روحانی چی میخوان و میتونن اینو تحویل بدن یا نه، یا خامنه ای کوتاه بدن. چرا؟ چون به فاکتورهای متعددی بستگی داره. مهمترین فاکتورش فاکتور نارضایتی مردمه. اینکه خامنه پذیرفت رئیس ریاست جمهوری روحانی رو مجبور شد به پذیره به خاطر بحران‌های داخلیه، هم داخل سیستم هم نارضایتی مردم که به هم پیوستن. خب ما از الان تا 1 سال دیگه که تحریم‌ها اکثرش پابرجاست، فلاکت مردم که داریم می‌بینیم، بدتر هم داره میشه. این عامل فشاریه که میتونه خامنه‌ای رو بذاره گوشه دیوار که کوتاه بیاد، اون راه حل ظریف و روحانی و رفسنجانی رو بپذیره. بنابراین ببینید همین ها فاکتورهایی که در 1 سال دیگه عمل خواهد کرد، ولی همش مشروط به اینه که فشار رو به جمهوری اسلامی حفظ بکنه. اگه بخوان امتیاز بدن دوباره خامنه قوی میشه، بالا میاد، در اولین فرصت خود روحانی اینها هم کنار میزنه. این اشتباهی بود که غرب در زمان خاتمی هم کرد. در زمان خاتمی ببینید قبل از که خاتمی بیاد غرب فشار میآورد، مجبور شد سیستم رو خاتمی رو بیاره، پذیرفت. ولی وقتی هی امتیاز دادن به جمهوری اسلامی، باهاش راه اومدن، دوباره خامنه ای کشید خودش رو بالا، کنار زد خاتمی رو، احمدی نژاد رو نشون و قدر قدرت شد. الانم واقعا اینکه بتونن جناح رفسنجانی اینا عمل بکنن علیه خامنه ای منوط به اینه که این فشارها حفظ بشه. حالا به کجا خواهد کشید نمیشه به اعتقاد من به یقین گفت، ولی اون چه مسلمه اینه که یه نکته رو به نظر من در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی در موضع قدرت نیست، جمهوری اسلامی ضعیفه، همه این کارها رو از موضع ضعف داره انجام میده. کافیه به همین داستان سبد کالای حمایتی، سبدی که دادن، نگاه بکنیم ببینیم وضع مملکت واقعا در چه حاله. خب ببینید آقای دایی، در همین مسیر میبینیم که مثلا کارگزاران یا به اصطلاح دیگه پادوهای تبلیغاتی حکومت ایران در خارج از ایران، چه در آمریکا چه در اروپا، سر و صدای بسیار زیادی به راه انداختن با اومدن آقای روحانی، از اینکه به آمریکایی‌ها چه گفتن، به جامعه ایرانی در آمریکا چه گفتن که وضع دیگه اون نخواهد بود، رو به بهبود هست و چه و چه آبادانی و فلان، همه اینا در راه، و تا برسیم به کسانی در اروپا که حتی گفتم بیاین اصلا فراموش کنید کشتارهای قبل و کشتارهای دهه 60 رو، در زندان ها چند هزار نفر کشته شد، زندانیان رو و بقیه رو اصلا ولش کنید، با همین اصطلاح بیاید بریم ایران و ایران در حال بهش شدن هست. خب این لابی، این کف زدن ها، اینها آیا به سرانجامی رسیده یا نه این هم فروکش کرده؟ این چه اثری داشته در پیش برده تمام این تبلیغاتی که اشاره شد یا تمام این سیاستی که مورد اشاره شما؟ بله، اولا یه نکته رو من بگم، ببینید در کل حرفی که روحانی و ظریف و اینها میزنن، اینو از حدود 10-12 سال پیش مطرح کردن، تو خارج هم اومدن تبلیغ کردن، میگن مدل چینی، میگن که درسته در داخل کشور آزادی ها داده نمیشه، ولی حتی جمهوری اسلامی سر برنامه هستی تا تق کوتاه نمیاد، مدل لیبی رو اجرا نمیکنه. چون عرض کردم روحانی اینام کوتاه آمدنشون در حد حفظ توان تولید سلاح هسته‌ای، جمع نمیخوام بکنن.
خب میگم درست همه اینا هست، یعنی اختلاف نظر با آمریکا ممکن باشه، ولی ما میتونیم شریک هم باشیم در منطقه. این حرف که میبینید این اصطلاح برد برد که میگن همینه که ما آقاشی میتونیم شریک باشیم. الان یه دشمن مشترک داریم، گروه های تونرو اسلامی القاعده اونم سلفی ها هستن، ما با آمریکا میتونیم با هم کار کنیم علیه اینا مثلا، یعنی منافع مشترک داریم. مدل چینی، اولا که معلوم شده که روحانیون هیچ کاری ندارن در مسائل منطقه، یک. دوم، یه موقعی بود جمهوری اسلامی امتیاز میخواست از غرب که ببین من میتونم منطقه رو به هم بزنم، با من راه بیا تا آروم بکنم، مگر به هم میزنم، حزب الله دارم، حماس دارم، جهاد اسلامی. الان اینقدر به هم ریخته که کسی نمیتونه آروم بکنه. سوریه یه نمونهش، یعنی جمهوری اسلامی هم دیگه خود بدتر خودش پیدا کرده، بنابراین اهرماش از بین رفته. دوم که روحانی کاری نیست، اینا حرفه، اینا باید در عمل. وقتی شما ادعا میکنید که من میتونم با آمریکا کنار بیام، متحد منطقه بشم، بعد وزیر خارجه میره تو مونیخ به جان کری میگه آقا من در مورد مسائل سوریه نمیتونم اظهار نظر بکنم، یعنی چی؟ مذهب با یعنی حرف مفت اظهار نظر بکنید، چیزی میخوای شریک بشی؟ پس اینا حرفایی که در مورد دولت روحانی میزنن. اما در مورد این کسانی که میگن ببخشین نونم نم اینها، اینا ایدهشون که خب مجیزگویان قدرتن و آدمای ذلیلی هستن و میخوان برگردن و این حرفا رو میزنن. ما دیدیم دیگه از روزی که روحانی اومد وایشن تومار نوشتن به وزیر خارجه کانادا که چرا توهین کردی به روحانی، گفتین انتخابات قلابیه. تومار نوشتن، اون داماد مصطفی تاج‌زاده تو کانادا، علی طباطبایی اینا تومار جمع کردن اینا که آقا توهین به ملت ایران شده، ایشون رئیس جمهور ما. ببینید ذلت به کجا رسیده جناب چالنگی، که این تیتا پارسی اینها اسناد دادگاه رو که ما گرفتیم دیدیم که مثلا سال 2006 و 7 اینها پنهانی تیتا پارسی با جواد ظریف که اون موقع سفیر جمهوری اسلامی بود در سازمان ملل با این همکاری میکرد پنهانی، که ما در به اصطلاح شهادت که خودش گرفتیم مشخص شد که حتی به هیئت مدیره نایاک هم نمیگفته، به اعضا هیئت مدیره به هیچ کی نمیگفته، چون خجالت آور بوده. و موقعی هم که روش شد و اینها شروع کرد توجیه کردن، رفت یکی این تلویزیونا گفتش که نه من داشتم کتاب می نوشتم برای مصاحبه رفتم. اینقدر برای شرم آور بود. الان ببینید چی شده، همه دارن مجید ظریف رو میگن. ظریف که اومده بود تو نیویورک از در دیوار یه عده میرفتن بالا که آقا رو دیدار بکنن، ما چش کنن تو صفحه فیسبوکش براش لایک بفرستن. چرا؟ چون یه عده کارشون اینه توی 7-8 10 سالی که عده زیادی این لشکر اصلاح طلب اومدن خارج، اینا خب بالاخره پشت جبهه نظام هم دیگه، درسته تو خودشون اختلاف دارن، جناحی اختلاف دارن، ولی نظام دیگه، اینا میخوان نظام حفظ بشه. دیدیم تو جریان جنبش 4 سال پیش، دیدیم تو خارج کشور چیکارا کردن، اومدن اتاق فکری درست کردن، نمیدونم استراتژی دادن، همه این کارا رو میکردن که کسی در دست نگیره جنبش مردم. اینا پشت جبهه نظامن. این حرفایی که میزنن در تعریف و تمجید روحانی، برگردیم فراموش کن، صلوات بفرست، چه 10-20 هزار تا رو مثلا کشتن سال 67، این دیگه چیزی نیستش که فراموش کن بره. این حرفایی که میزنن این مجلس گویا میخوان همین فرهنگ ذلت رو حاکم بکنن که ما به همینی که حد هم بریم. خب باید با اینم مقابله که این دیگه وظیفه تک تک آدم هاست که حالا هر جایی که این فرهنگ ذلت رو میبینه صداش در بیاد. ولی باز هم من فکر میکنم به جایی نمیرسه. شما وقتی نونه ها به مردم نتونی بدی، وقتی که در سیاست خارجی کوچکترین تغییر نمیتونی بدی، این مانور ها و این لبخند ها و این حرف ها و مجیز گوی ها هم زیاد به جایی نخواهد رسید. خب در همین مسیر که اشاره کردین که به نظام وفادار هستن، افراد نظام هستن، کارگزاران و خون شاگرد های نظام هستن، یعنی به یک جنای تعلق دارن، به اون یکی جنا زیاد خوب نیستن، با احمد نژاد خوب نیستن، با آقای روحانی، من جمله آقای مصباح یزدی اخیرن، چون آقای روحانی گفته اونایی که منتقد قرارداد ژنو هستن، توافق نامه ژنو هستن، کم سواد هستن. آقای مصباح یزدی کلی بد و بیرا گفته که خیر اینطور نیست، تمام علما هستن و باسواد هستن، و ایشونو گفته که مثلا شاه هم یک زمانی محمد رضا شاه پهلوی هم میگفت این آخوندها یک دمکنی روی سرشان میگذارن و نمیفهمن سیاست یعنی چه و ما چه دنیایی داریم. به هر حال یعنی یه همچه حمله هم ایشون کرده. منتها یک نکته هست آقای دایی، این نظریه هست
که یک حکومت وقتی به جایی برسه که افرادی که دارن حکومت میکنن مسئولیت ندارن به هر حال، یعنی امروز ممکنه وزیر باشه پس فردا بره زندان، یا وکیل پس فردا زندان، کمون که همین احمدی نژاد دارن یه همچین مقدماتی براش فراهم میکنن. این نظریه معتقد هست که یه همچین حکومتی در حال فروپاشی کامل هست یا رو به فروپاشی داره، یعنی نشانه ایست از این که در این حکومت کسی مسئولیت نداره دو قدم اونورتر، و این خودش نشونه فروپاشی است. این نظریه تا چه اندازه با واقعیات ایران میخونه با توجه به قدرتی که نیروی نظامی ولایت فقیه داره، سپاه پاسداران؟ فرض کنم که به اعتقاد من خب داخل این سیستمی حکومت ولایت فقیه، چون واقعا منحصر به فرده، خیلی ها اشتباه میکنن، یعنی حکومت با دیکتاتوری های کلاسیک مقایسه میکنن، با حتی با حکومت های ایدئولوژیک مقایسه میکنن. این منحصر به فرده، این حکومت آخوند پاسدار منحصر به فرده، از روز اول توش اختلافات بوده، اینکه این تضاد با هم دارن، حتی هم دیگر ممکن حذف بکنن، این بوده، اما یه منحنی داره، یعنی نمیتونیم بگیم هیچ وقت نبوده، نمیتونیم بگیم الان مثل سابقه، یه منحنی داره. منحنیش تابع چیه؟ منحنیش تابع اوضاع مملکته. وقتی که وضع درآمدشون خوبه، ولی فقیه قدرت داره، میتونه خیلی راحت جناهای رقیبشون هم حذف بکنه، جناه رقیبش رو بشینه اونجا رجز هم بخونه. تو همین چندی پیش میگفت به ما میگن شما در به اصطلاح اوضاعتون مثل شب ابو طالبه. نخه، ما در آستانه فتح خیبریم، ما داریم به پیروزی میرسیم. همین چندی ماه پیش قرار که روحانی بیاد با این وضعیت فلاکت با کار به جای رسیده، میبینیم به کجا کشیده. بنابراین اختلافات داخل سیستم، درسته که به طور ماهیتی این حکومتی حکومت آخوندی، آخوندیش آخوندی قبول نداره، همه مجتهدن و همه برخوشون یه پا ولی فقیه، اون که در مشهد، اون که در کرمان، این سیستم حکومتی هر روز اول هم باندهای مافیایی شده، یعنی اضافه بر باندهای آخوندی باندهای مافیایی رو هم شما اضافه کنید. چجوری میتونید بین اینا اتحاد برقرار کنید؟ یعنی شما میبینید در کره شمالی که دیکتاتوریه، در صدام حسین، در لیبی، اصلا این داستانا نیست، این اختلافات رو بگیر ببنده و یه سری جناها 30 سال دارن با هم دعوا میکنن. این زایده این حکومته، ولی میزانش و جدیتش و گستردگیش بستگی به مشکلات داره. الان ما باید بپذیریم این دیگه ناشی از ذهن ما نیست، جمهوری اسلامی با مشکلات جدی و چالش هایی که موجودیت نظام رو تهدید میکنه روبروه، ورشکستگی کامل اقتصادی، تحریم ها، همه اینها خطر جنگ، همه اینها هست. در اینجا جناح ها با هم جدیتر دعوا میکنن. جناح رفسنجانی اینها معتقدن سر مسائل سوریه باید کوتاه بیایم، حتی کنار بکشیم. دیدیم که رفسنجانی اومد چطور علیه دولت سوریه موضع گرفت، تو آمل سخنرانی کرد، گفتش که این حکومت مردم خودش رو بمباران شیمیایی کرده میکشه. سر مسئله هسته‌ای اینا میخوان حداقل رو داشته باشن، یعنی توان طول سراسی بقیه تعطیل کنن. این یه شکست بسیار بزرگه، یه نوع جام زهره. وقتی شما همه چیز جمع کنی به 4000 سانتی فیوژ بدن و تمام این دروغایی که میگفتی 10 سال تولید انرژی صلح‌آمیز تکنولوژی هستی کو، معلوم میشه همش دروغ بوده. بعد بیان همه چیز هم بازرسی بکنن، تحریمت هم بکنن. بنابراین این جنا اینا میگن آقا تنها راه نجات ما اینه، ما هسته‌ای رو فتیله رو بکشیم تا اونجا که میشه پایین‌تر، منطقه‌ای هم بیام کوتاه‌تر بیام، تعامل بکنیم. خامنه‌ای میگه نه، ما اگه بیام تا ته بعد بریم میبازیم. دعوا بر سر راه نجات این حکومته. بنابراین چرا اختلافات جدی‌تر شده؟ یا به گفته شما خطر فروپاشی کل سیستم وجود داره به خاطر بحران‌هایی که این نظام باش رو بروه. مهمتر از همه بحران اینه که واقعش اینه جامعه ما مثل آتش زیر خاکستره. مگه چهار سال پیش دیدیم چطور منفجر شد؟ مردم گرسنه‌ن، مردم آینده ندارن، با سرکوب نمیتونن اینو ادامه بدن، راه حل موجود نیست. یعنی این یک خطر بالقوه برای نظامه، این خطر بالقوه داره عمل میکنه داخل سیستم، تضادهای اینها رو باز میکنه و بازتر هم خواهد کرد تا موقعی که بیان پاسخ جدی بدن، جام زهرهای یکی یکی بخورن، اون موقع اتفاقا بازتر خواهد شد سیستم
و امیدوارم در اونجاست که مردم ایران بتونن این حکومت رو واقعا جارو بکنن. یعنی اون چه که در حول و حوش و متن برنامه تلویزیونی آقای حسن روحانی هم روی داد، در ادامه همین اختلافات هست نیست؟ بله خب این البته این میخواد رفع و رجوع بکنه، یه مقدارم میخواد تهاجم بکنه، حرفایی که در دانشگاه زد دیروز در تلویزیون گفت، از یه طرف میخواد خودشون هنوز سر پا نگه داره چون واقعا امکانات نداره، کاری هم نمیتونه بکنه، ولی نکته اساسیش در مسئله توافق ژنو. چرا؟ ببینید اینا نمیتونن بیان بگن، روحانی اینا نمیتونن رو راست بگن که آقا وضع ما خرابه، باید کوتاه بیان. اینا نمیتونن در علنی بگن که زیبا کلام رو میفرستن جلو، یا حرفی که زنگنه زد دو سه ماه پیش گفت که آقا هی میگن چرا رفتی توافق ژنو کردید، وضع ما خرابه که یکی از وزرای ما رفته دبی از شیخ قطر نمیدونم کی پول دستی قرض گرفته، اینقدر وضع ما خرابه. ببینید اینا رو میان اینجوری میگن که بگن آقا پس وضع خرابه. من فکر کنم یه این نوار صحبت های رفسنجانی در مثل آمول اون قسمتیش که در عرض فکر کنم 40 ثانیه هست که به زیبایی وضعیت این حکومت رو روشنی توضیح میده و دلایل توافق ژنو رو که میگه ما در شرایط محاصره ایم، تو یادمه اینو میگه، ما در شرایط محاصره ایم، نفتمون رو نمیتونیم استخراج کنیم، استخراج بکنیم نمیتونیم صادر بکنیم، اون میزانی که صادر میکنیم پولش رو به ما نمیدن، بعد بخوام پولش رو بیاریم بعد کلی هزینه بدیم، میگن جنس بخر، جنس میخوام بخریم با اون پول بهمون گران میفروشن، وضع ما خراب است. این حرفای رفسنجانیه. بنابراین مشکل روحانی اینه، نمیتونه بیاد یقه ولی فقیه و سپاه رو بگیره بگه آقا این بساط هسته‌ای داره ما رو میکشه نابود میکنه، یا بیاد بگه آقا ما ناچاریم وضعمون خراب، اگه بیاد در موضع ضعف تکرار بکنه هم دست خارجی ها قوی تر میشه، هم فشار به خودش اضافه خواهد شد، کنارش میزنن. بنابراین داره مانور میکنه، بازی میکنه، ولی در وضعیت بسیار دشواری قرار داره و از این به بعدم به اعتقاد من تا سال آینده، حداقل تا سال آینده که این مذاکرات ادامه خواهد داشت برای سازش نهایی، این تازه آغاز راهه. به نظر من شاهد این داستان ها بسیار خواهیم بود. در همین مسیر باز آقای علی مطهری در ارتباط با این حاشیه های بسیار زیاد درباره مصاحبه آقای روحانی دیشب که دیر پخش شد یا نگذاشتن یا دیرتر گذاشتن یا هر چی که بود، گفته که زرقامی از طرف محافل خاصی تحت فشاره تا دولت رو بسیار دولت روحانی رو در تنگنا قرار بده، این جنگ داخلی جناحی که اشاره کرده آقای حسن دایی عزیز. اما آقای حسن روحانی رفته در آرامگاه آیت الله خمینی و اونجا یک حرفی زده قابل تأمل هست، میشنویم ایشون چه گفت در ستایش از آیت الله خمینی. امام برای ما استقلال را به ارمغان آورد، امام بساط سلطنت را برای همیشه جمع کرد، امام بنای استبداد را برای همیشه ویران کرد. خب ببینی اون دو مورد اولیه که میگه استقلال را به ارمغان آورد، استقلال گویی جایی بوده برش داشتن آوردن در ایران، اون یه بحث دیگه است، حالا یا بساط سلطنت رو ایشون اشاره میکنه بچید اونم بحث میکنیم، اما اینی که امام برای بنیاد استبداد رو به ویران کرده لفظ ایشون، واقعا این چقدر واقعیت داره؟ چطور میشه همچین حرفی رو زد آقایه، در حالی که میبینیم وضعیت ایران به چه شکله؟ آقای سعید داد بر صحنه صحبتی رو میکنه، 4 روز بعد ناچار میشه حرفاشو پس بگیره، آشکار هست که زیر فشار. من کنم که اول راجب خود همون استقلال، چون همه چی نسبیه، حالا اینکه در حکومت گذشته وابسته بوده اینها رو اون بحث دیگریه. من نمیدونم مثلا شبا تلکس میفرستادن میگفتن به شاه این کارا رو بکن، که من خبر ندارم. البته بیشتر استقلال که شعار جمهوری هم اسلامی هم بود، بیشتر شعار جنبش های آفریقایی بود در برابر استعمار، که ایران به هر حال مستعمره جایی نبود. بله واقعش اینه که، ولی نسبی دیگه، هر چیزی نسبی. حالا بعد از 35 سال مملکتی که باید
منابع زیرزمینیش داره نابود میشه، باید حراج بکنه، که به گفته رئیس کمپانی توتال میگه جمهوری اسلامی قرارداد نفتی به سوپر سکسی داره به ما پیشنهاد میکنه برای جذب ما، که مملکت که برای نان شب مردم باید نفتش رو حراج بکنه، قاچاقچیان بین المللی برای مملکت حاکم شدن که یکیش میشه بابک زنجانی، میشه استقلال، بونجولای چینی رو وارد کردن در مقابل نفت، یعنی داروی مملکتمون، خوراکمون، برنج آلوده چینی، هر چی بگید این میشه استقلال. یعنی چی استقلال؟ عربده کشی تو نماز جمعه الهی دنیا، این که نیست استقلال، که هر چی میخواد عربده بکشی، این که استقلال نیستش که. اما میرسیم به اون بخش آزادی. خب این دروغگویی ها که بساط استبداد جمع شد و دموکراسی حاکم شد، البته این درجات مختلفی داره، این میزان وقاحت و دروغگویی، همه جناح ها این دروغا میگن، بستگی داره، یکیش دیگه از این روشن‌تر که خمینی که زبون های قصه میخورد که چرا ما همروز اول چوبه های دار در میدان ها برپا نکردیم و یکی دو سالی فرجه دادیم مثلا 1000 تا بیشتر نکشتیم، ایشون رو سمبل دموکراسی میدونه، یا حتی خود اصلاح طلب ها فکر میکنن که مردم ایران یه مش عقب افتاده که به هیچ حق و خوشن هم آشنایی نداشتن، لغت دموکراسی هم نمیدونن چیه. سال 76 که خاتمی شد رئیس جمهور، مردم یاد گرفتن این چیزا رو، لابد مثلا از گنجی سمبلش هم لابد ایناست دیگه، امثال گنجی و سروش و اینهاست، اینها اومدن یاد دادن به مردم. مردم ما 100 خورده سال انقلاب مشروطیت کردن، این همه آخه شما تو تصورش رو بکنید که من داشتم نگاه دیشب یه چیزی میخوندم که نخست وزیر محمد علی فروغی یه فیلسوف بوده، یه فیلسوف بوده 1320، حالا مقایسه کنیم میشه چند. ببینید ما کجای کاریم، 70 سال پیش نخست وزیرمون یه فیلسوف و نویسنده بوده، الان رسیدیم به اینجا که یه آخوندی شده رئیس جمهور ادعای دموکراسی میکنه، یا ظریف میره میگه مردم سالاری مردم سالاری دینی دیگه چی که اینا درست کردن، این میان انتخابات میذارن 4 تا جانیان خودشونو میذارن، میگن بین این 4 تا انتخاب کن، اسمش میذارن مردم سالاری دینی، ایشو دموکراسی. خب این وقاحت اینها جناهای مختلفشونه دیگه، عرض کردم اینها سوار مردم شدن با پول نفت مردم ایران، دارن مردم ظلم میکنن، بلنگو هم دستشونه، این حرفا رو هم میزنن دیگه، این حرفا هم مصرف داره دیگه، در داخل یکم، ولی اینا برای خارج بیشتر، که همین رو خارج بگیرن و بلند تو بلندگو کنن برای سینه بزن. به فروغی اشاره کردن، محمد علی فروغی از جمله کتاب هایی که نوشت و منتشر کرد سیر حکمت در اروپا بود که سازمان کتاب های جیبی هم در همون سالها منتشر کرد، و کتاب های بسیاری بسیاری اون رو مرحوم فروغی رو ناجی ایران میدونن، یعنی حافظ استقلال ایران میدونن، در زمانی که قوای اشغالگر وارد ایران شده بودن در پی جنگ دوم جهانی و رضا شاه پادشاه ایران رو تبعید کردن به خارج، نیروهای اشغالگری که اومده بودن، و در نشاندن بر تخت محمد رضا شاه پهلوی رو نقش مستقیم داشت فروغی برای حفظ استقلال و ایران، کشور در حال فروپاشی بود. نقش فروغی در تاریخ ایران رو باید ساعتها راجبش مطالعه کرد و اشاره کرد. برای بینندگان عزیز گفتم کمتر از 2 دقیقه وقت داریم، آقای دایی عزیز با این وضعیت ایران چه راهی در پیش داره، برای خودش داره؟ کسانی مثل فروغی در اون شرایط چنین کردن، الان چه راه ایران داره که مردم چنین مثل مردم به روزی نیفتن که برای یک لقمه نان زیر دست و پا له بشن؟ عرض کنم که من اگه بخوام احساسم بگم اینه، ببینید یه احساسی هست که حکومتم بدش نمیاد، حاکم کردن فضای یأس که توش همین ذلت در میاد، مجیزگوی حکومت در میاد، که هیچ چاره نیست، باید با همین حکومت ساخت، با همین ها باید کنار اومد، همینی که ها بدتر از این نشیم، که داریم میشیم روز روز داریم بدتر. این فرهنگ ذلت، یأس، اون تا اونجا که میتونیم آدم های خودمون فامیلمون رو از مملکت نجات بدیم، فکر خود باشیم،
یه طرفه، طرف دیگه هم مقاومته. تو ایران هم خیلی ها دارن مقاومت میکنن، زنان، دانشجویان، کارگران جلوی حکومت ایستادن. من اعتقاد دارم بدون اغراق یکی از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخمونه، در اینکه تردید نیست. سالی که توش هستیم سال بسیار حساسیه، سال بسیار حساسیه. جمهوری اسلامی باید تصمیمات جدی بگیره و اقتصاد ورشکسته، بحران‌های اجتماعی، بحران‌های خارجی، اوضاع منطقه، تمام این فاکتورهایی هستن که روند اوضاع رو تعیین میکنن. من اعتقاد دارم که هر آدم فعال سیاسی، هر کسی که دستش به تریبون، رسانه و به هر جایی میرسه، چه در فضای مجازی غیر مجازی، باید با این فضای یأس و واخوردگی مقابله بکنن. باید حضور داشته باشیم در صحنه. امسال سال حساسیه، باید هر کسی به میزان خودش بتونه بر اوضاع تاثیر بگذاره، روند اوضاع رو درک درست داشته باشه و هر اتفاقی میفته ما حاضر باشیم در صحنه. سال بسیار مهمیه به اعتقاد من. مهدی اخوان‌ثالث، های دایی، یک درگیری بین دو جناح حکومت بود، حتی مسلحانه در تلویزیون، بچه های تلویزیون اون زمان یادشون 61 شست، آقای اخوان اومد و وارد ساختمون بشه که بچه ها مانع شدن، برگشت رو به بچه ها گفته، گفتن آقای اخوان به ساختمون نه، تیراندازی میشه. گفت آقا مردم ایران مغول دیدن، اینها کی هستن؟ این اصطلاح رو من فقط نقل میکنم، تعبیر مهدی اخوان سالس بزرگ بود. بچه هایی هستن، بچه های تلویزیون یادشون دقیقا هست در اون سال. و متاسفیم افرادی رو که اسم بردید به برحال جدا شدگان ظاهری از پیکر حکومت اسلامی ایران، اتفاقا تأکید و اصرار دارن که مردم کسانی مثل فروغی رو نشناسن و کسان دیگری رو که عرض کنم خدمتون به ایران خدمت کردن، شخصیت های پیش از انقلاب 57 و گویا از زمانی که آنها به هابرماس و بقیه رسیدن، تاریخ ایران از اون موقع شروع میشه. سپاسگزار هستیم آقای حسن دایی. بهش میکنم. روزتون بخیر. خیلی ممنون آقای چالنگ عزیز. امیدوارم در برنامه های آینده هم با بینندگان ما باشید. حتما با کمال میل. با سپاس بسیار. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهندوس، سبلان، آسماری، کوساران، تفتان، درک و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، آیندهتان روشن باد.